با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، یکی از بزرگان فرهنگ و معنویت ایران و جهان، حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی حلبی ماهانی کرمانی، ایشون از عرفای بزرگ قرن هشتم و نهم هجری هستند. محل تولد ایشون شهر حلب در سوریه بوده و محل تعلیماتی که ایشون گرفتن مدرسه‌ای بوده که شیخ محی‌الدین اندلوسی در دمشق دایر کرده بوده و ایشون در اونجا نزد شاگردان شیخ محی‌الدین آموزش دیدند و بعد از دمشق حرکت فرمودند و سیر آفاق و انفس کردند. استاد باطنساز ایشون شیخ عبدالله یافعی بودند که سلسله ایشون میرسه به شیخ حسن بصری رضوان الله علیه. و چنان که قبلا به عرض شما عزیزان رسونده بودم، شیخ حسن بصری از طرف حضرت مولا علی علیه السلام تربیت شده بودند و اجازه تعلیم و تربیت به قابلان و مستعدان فرهنگ قرآنی رو داشتند و بعد از شهادت حضرت علی اون از چهار امام دیگه اجازه داشتند. به همین دلیل در این مکتب انسانساز بود که بزرگان تصوف و عرفان اسلامی تعلیم و تربیت گرفتند و مشعل معنویت رو روشن نگه داشتند و نسل به نسل منتقل کردند تا در زمان شیخ عبدالله یافعی نوبت به حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی رسید و ایشون 16 سال تمام شاگردی استاد خودشون رو کردند و بعد با نظر و اجازه ایشون به سیر آفاق و انفس خودشون ادامه دادند تا نهایتاً از ماهان در کرمان سر در آوردند و فرمودند ماهان دل عالم است و ما اهل دلی، و اونجا توتن اختیار فرمودن با اینکه دعوت‌های بسیار زیادی توسط بهمنشاه دکنی از ایشون شد که ایشون تشریف ببرن به هندوستان، ایشون در همونجا توقف و سکنا اختیار کردن تا در سن 102 سالگی یا 104 سالگی در اوائل قرن نهم هجری چشم از دنیا فرو بستن و فی مقعد سر عند ملک مقتدر خروج فرمودند. حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی در مکتب انسانساز تصوف توسط عارفان بزرگ آموزش دیدند و چون قابلیت و استعدادش رو هم داشتند و همت بر این کار مصروف کردندن پرورش پیدا کردن و به نقطه کمال استعداد خودشون رسیدن. در دورانی که شاه نعمت الله زندگی می فرمودند ما مشاهده می کنیم که تلاطم بسیار زیادی در دنیا اتفاق می افته. تیمور لنگ تاتاری از تاتارستان حرکت میکنه و میاد سر راه، شهرهای بسیار زیادی تخریب میشه، نفوس بسیار زیادی از پا در میان و تیمور دوبار به ایران حمله میکنه و این اتفاقات در اثناء اسفار شاه نعمت الله اتفاق میفته. اما شاه نعمت الله خط فکری خودشون رو بیان می‌فرمایند که همون محور اساسی تصوف ایشون، می‌فرمایند پا
پادشاهان جهان در جنگ میبینم، ولی عاشق شوریده را با خیش جنگی هست نیست. عرفان بر صلح دور میزنه، تصوف بر صلح دور میزنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و همین دلیل پیام حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله همیشه پیام عشق و محبت و دوستی بوده. به همه تاریخ بشری متوقف در یک بره از زمان نمی شده. به همین دلیل کسانی که در مکتب تعلیم و تربیت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی و شاگردان و جانشینان ایشون تربیت شدن، پیام صلح میدن، پیام حفظ حرمت حقوق بشری، حقوق شهروندی، حقوق انسانی. بر اساس ولا تزر و وازرتون وزر اخرا و بر اساس لکم دینکم ولی دین و بر اساس لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. می‌فرمایند ای برندان مکن، ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگری بر تو نخواهم نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کش. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. این اساس تصوف رو تشکیل میده، یعنی انسان باید دائما نظر به مکر نفس خودش داشته باشه که میخواد سلطه‌جویی های خودش رو نسبت به خلق خدا در پس بهانه های امر به معروف و نهی از منکر پنهان بکنه. منی که هزار تا عیب دارم به هم کجا اومده که بخوام دیگری رو امر به معروف بکنم؟ من باید نفس خودم رو نهی از منکر بکنم. من این عرض رو از جانب خودم نمیگم، قرآن مجید میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. نفس رو مورد نکوهش قرار میده و کسانی رو که در مرحله نفس گیر کردن و میخوان به دیگران تحکم کنن و بعد پای دین رو وسط بکشن. زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش، استفاده ابزاری از دین بکنن. قرآن مجید چی میگه؟ میگه آیا شما دیگران رو امر به بر و امر به معروف میکنید در حالی که فراموش میکنید که اول خودتون این کارو بکنید؟ پس ای برندان مکن، ای زاهد پاکیزه سرش. حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی یک مکتبی دارن، یک مرامی دارن، یک روشی دارن، یک منشی دارن. بیان میفرمایند، میگن از مجلس ما زاهد روان شد، مستانه ساقی اندر در آمد، جامی پر از می در دم به من داد، صد بارم از جان آن خوش در آمد. چون نعمت الله رند حریفی دوری چون این خوش خوش در خراب.
شاه نعمت الله می‌فرمایند مدتی بودم اسیر بند عقل، عاقبت زین بند جستم. زاهد هوشیار را با ما چه کار، سید زندان مستم. رند مستم می پرستم، ساغر باده به دستم. این روش و منش شاه نعمت الله. ساقیم می رفت و زندان در پیش، جام می در دست و مستان در پیش. نعره مستان نمی زد دم به دم، های هوی می پرستان در پیش. گر به مستی عربده کردی همین، لوت فرمودی فراوان در پیش. در هوای بزم او دف در خروش، چنگ با زلف پریشان از پیش. این روش و منش شاه نعمت الله. همون شاه نعمت اللهی که پیشگویی‌هاش چند صد سال پیش الان مو به مو داره محقق میشه. شاه نعمت الله اهل اوهام گرایی نبوده. شاه نعمت الله نه خرافه باور بوده، نه خرافه گستر بوده. شاه نعمت الله جزء اون طایفه‌ای بوده که حافظ دربارشون میگه که نور دیده عاشق ز قاف تا قاف است. نور دیده شاه نعمت الله محدود به پرده های حواس پنجگانه نبوده. او به طریق فراحسی از ورای ابعاد زمان و مکان مشاهده می کرده و کشف و شهودش رو به قید کلمات ارائه می فرموده و می گفته گردش روزگار می بینم. اوهام تو کار شاه نعمت الله نیست. شاه نعمت الله آدم مالی خولیایی نبوده. شاه نعمت الله از اون اشخاصی نبوده که بشینن پای منقل وافور و بنگ و چرس و حشیش و افیون و تریاک و یه اوهام و اباطیلی به ذهنشون بزنه و اونها رو بخوام بیان بکنن. شاه نعمت الله می‌فرمایند در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار می‌بینم. چه این حرفشون؟ چند صد سال قبل گفتند. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین نوبهار. اومدند یه عده‌ای به جای پاسداری از میراث فرهنگی معنویت گرای ایرانی و قدردانی و تجلیل از بزرگانی مانند حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی به تخته ایشون برداختند. پیروان ایشون رو مورد سرکوب قرار دادن، ظلم و ستم رو به اوج رسوندن. یک برچسبی درست کردن به نام عرفانهای دروغین، عرفانهای کاذب. چقدر جزوه و رساله و مقاله بر علیه شاه نعمت الله.
حالا میبینن فرمایش هایی که شاه نعمت الله ولی فرمودن کلمه به کلمه داره تحقق پیدا میکنه. اینها تصادفی نیستش عزیزان. شاه نعمت الله شهسوار عرصه توحید بوده. ما این توفیق رو داشتیم که در سالهای گذشته 10-12 سال پیش در بالاترین مراکز علمی و تحقیقی بین المللی در دانشگاه‌های امریکا و سراسر شهرهای اروپا و کشورهای معتبر سمپوزیوم‌های سالیانه بین‌المللی برای شاه نعمت الله برپا می‌کردیم که بزرگترین استادان عرفان شناس و اسلام شناس و مستشرق شرکت می‌کردن و نتیجه تحقیقاتشون راجع به شاه نعمت الله بیان می‌کردن. چون قلم در دست قداری بود لاجرم منصور برداری بود. بعد یه طایفه پیدا شدن، یه برچسب عنوان کردن، کمیته های سالیانه گذاشتن برای اینکه عرفان رو بر بچینن، تصوف رو بر بچینن از ایران. با بولدوزر حسینیه ها رو تخریب بکنن، درویش ها رو سرکوب بکنن. شاه نعمت الله ولی رو تخطئه کنن، مکتبی رو که ایشون از توش اومده بیرون مورد توهین قرار بدن، به بزرگی که مکتبی رو که شاه نعمت الله توش تربیت شده یعنی شیخ حسن بصری نهایت بی‌حرمتی ها رو بکنن. اما حالا میبینن چیزهایی که مطالبی که از سید نورالدین شاه نعمت الله فرمودند داره مو به مو تحقق پیدا میکنه. حالا میخوان شاه نعمت الله رو مصادره بکنن. حالا میگن بله شاه نعمت الله عارف بزرگی بوده، شاه نعمت الله از بزرگان اسلام بوده، مقاماتی برابر مقامات نمیدونم آیت الله طباطبایی، آیت الله قاضی داشته، در درجات بالایی بوده، اما پیروان مکتب شاه نعمت الله ارتباطی به شاه نعمت الله ندارن. یعنی به این ترفند کودکانه و مضحک افتادند که شاه نعمت الله رو مصادره بکنن. اینا حاضر نیستن به خودشون بیان و از این روش خبط و خطای خودشون دست بردارن. آقا اشتباه کردین، روشتون غلط بود، یه روش ارتجاعی بود، یه روش نادرست بود، یک روش ناجوان مردانه بود، دست بردارین ازش. شاه نعمت الله یک بار در مجلس نشسته بودن، دیدن یکی از اصحابشون نیست، جلسه بعدی هم نبود، جلسه بعدی هم نبود، تفحص فرمودن که چرا فلانی نیومده، فرستادن دنبالش اومد، بهش فرمودن تو چرا نیومدی این چند جلسه؟ عرض کرد من یه لغزشی برام پیش اومده بود و احساس گناه به هم دست داده بود، نمیخواستم بیام خدمت شما، شرمنده بودم، میگفتم بیام آلوده میشه پاکی ساحت مجلس شما. ایشون فرمودن نه، مجلس ما مثل دریاست، دریا با چیزی آلوده نمیشه، همه چیزم پاک میکنه، هیچ وقت کناره نگی، بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه ناویدی نیست، صد بار اگر تو شکستی باز این رباعی بلند و ارجمند از
مولانا جلال الدین رومی که زینت بخش درگاه‌های عرفانیه، پیام بلندی توش عزیزان. درویش با کسی جنگی نداره. حافظ، خواجه شمس الدین محمد مولانا لسان الغیب، حافظ شیرازی می‌فرماید یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است. ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. صوفی اهل خشونت نیست، صوفی دعوت به مدارا میکنه، در دعوت به میانه روی میکنه، دعوت به آشتی میکنه، دعوت به محبت میکنه، سر دشمنی با کسی نداره. شما اشتباه کردی، دل درویش رو به درد آوردی. حالا متوجه میشی که این نه عرفان نوظهور بوده، نه عرفان دروغین بوده، نه عرفان جدید و تأسیس بوده. این جوهر قرآن مجید و اسلام حقیقیه، همونی که ابراهیم آموزش میداد. سفر از سقم قلبی به سلم قلبیه. ان من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. پس دست از این جاب جنجال برداریم. چی کار داریم با درویشان؟ چرا باید ضرورت داشته باشه تجلیل کردن از شاه نعمت الله همراه با تختعی درویشان؟ چه دلیلی داره؟ چرا جامعه رو باید دوچار شقه کرد؟ یه عده رو به نام این که درویشن، یه عده رو به اسم این که غیر درویشن، یه عده رو به اسم این که شیعن، یه عده رو به اسم این که سنین، یه عده رو به اسم این که مسلمونن، یه عده رو به اسم این که نامسلمونن. بابا هموطنان دارن با هم دیگه زندگی میکنن، شهروندان دارن توی یه جامعه زندگی میکنن. چرا همش میخواین انگولک کنی؟ چرا حرمت حریم خصوصی رو رعایت نباید کرد؟ چرا؟ بر اساس کدوم قانون؟ چرا باید دائم جامعه رو دچار بحران و تلاطم کرد؟ شاه نعمت الله پیام‌های بلندی داده. ای عاشقان من پیر را برنا کنم، ای تشنگان من قطره را دریا کنم. گر اب کمی آید برم در وی دمی، چون بنگرم چون توتی گویا و خوش، او را خوش و گویا کنم. من رند کوی حیرتم، سرمست جام وحدتم، زان در خرابات آمدم تا میکده یغما کنم. آمد ندا از آسمان که سید آخر زمان، پنهان شو از چشم جهان تا بر تو خود پیدا کنم. این پیام شاه نعمت الله، همون شاه نعمت اللهی که می فرماید دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن، دست دل بر دامن آل عبا باید زدن. ما لوایی از ولای آن ولی افراشتیم، طبل در زیر گلیم آخر چرا باید زدن. نفس خیر المرسلین نست و ولی کردگار، لا فتا الا علی، لا سیخ الا زلفقا. این سید نورالدین شاه نعمت الله ولی همون شخصیتیه که میفرماید ما خاک راه را به نظر کیمیا، صد درد را به گوشه یه چشمی دوا کنیم. و
خواجه شمس الدین محمد مولانا حافظ شیرازی لسان الغیب در نهایت خضوع خدمت ایشون دعوتنامه ای ارسال میکنه و مینویسه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند حافظ دوام وصل میسر نمی شود شاهان کم التفات به حال گدا کنند و بعد حضرت شاه نعمت الله تشریف میارند به یزد و 4 سال در یزد سکونت اختیار میکنند و حافظ از ایشون استمداد همت میکنه که برای زیارت ایشون بره به یزد که 2 سال در اونجا سکونت اختیار میکنه. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خویش در شوق دیدن تو هوا خواب غربتم دریا و کوه در ره من خسته و ضعیف ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. بعدم که میره خدمتشون در نهایت خضوع افتادگی عرض میکنه ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ای از بد حادثه اینجا به پناه آمده ای رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ای با چنین گنج که شد خازن آن روح امین به گدایی به در خانه شاه آمده ای لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. با این فروتنی و افتادگی میاد خاک شو مردان ره بازی هریای ولی گفت که صیدت به کمند است از همت داوود نبی نفس به بند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. به همین دلیل بزرگانی مانند حافظ که میشن لسان الغیب کسانی هم که نفسشون پا گذاشتن اهریمن نفس رو با نیزه ذکر و فکر به زمین کوبیدن. اینها گوهر شناسن نهایت خضوع و فروتنی رو در درگاه بزرگان مأمور می‌دارن. همون حافظی که برای 100 تا مثل تیمور تاتار و جبارهای بزرگتر از اون تره خورد نمی‌کنه. تیمور اومده شیراز رو گرفته نشسته رو تخت جباریت خودش منتظره که همه اکابر شهر برن به دستبوسش. حافظ اصلا اعتنا نمی‌کنه بهش. از طرف تیمور یه عده میان از این چاپلوسان که آقا این اومده الان امیر منصور مظفری رو از میون برداشتش قدرت رو به دست گرفته شهر در اختیار اونه تاج و تخت در تصرف اونه همه میرن میبیننش. حافظ میگه درویش را نباشد برگ سرای سلطان ما این کهن دلقی کاتش در آن توان زد. میگم برات گرمون تموم میشه اگر نیای. اون با یه تلنگر میتونه تو را از میون برداره. تو نه خدمی داری نه حشمی داری نه سپاهی داری نه مکنتی داری.
اون کسانی که صاحب جاه و سپاه بودن و گرز 17 منی به دست می گرفتن جلوی تیمور کم آوردن. تو چی میگی؟ حافظ می فرماید قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. حافظ می فرماید به جبر خاطر ما کوش، کین کلاه نمد بسا شکست که بر افسر شهی آورد. حافظ می فرماید بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل، کمترین ملک تو از ما بود تا ماهی. و نمیره، میرن این پیام ها رو به تیمور میرسونن، میگن آقا این قلندری که توی این خونش نشسته اهل اومدن و دیدار شما نیست. تیمور بلند میشه میدونی بینه حافظ میگه به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من درویش یک قباب. این حافظی که در برابر اون جباران چنین استواری و پایداری، در سنگر ارزش های توحیدی و عرفانی و صوفیانه ارائه میده، نسبت به حضرت نورالدین شاه نعمت الله ولی این چنین خضوع و خشوع پیشه میکنه. حافظ با صوفی نمایان قلابی مبارزه میکنه، با خرافه باوران معارضه میکنه، با خرافه گستران ستیزه فرهنگی میکنه، چنانی که شاه نعمت الله این کار میکنه. حافظ می فرماید صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. حافظ با کسی شوخی نداره، اینجوری نیستش که هر حقه بازی بخواد بیاد و ادای اهل عرفان و تصوف رو در بیاره و برای خودش دکانی بزنه. شاه نعمت الله هم اهل این چیزا نیست. او هم در سنگر مبارزه با خرافات قرار داره، اما نسبت به کسانی که سالک الله هستند و عشق پروردگار در خانه دلشون جایی داره و جعلنا فی قلوبهم رأفتن و رحمتن و رهبانیتن، نسبت به اینا خضوع و فروتنی پیشه میکنه. اینه تصوف، اینه عرفان، اینه روش، اینه منش، اینه جوانمردی. سرکوب ضعفا نیست، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد برآوری که مسلمانی نیست، استفاده ابزاری میکنی از اسلام. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آورند پیش. این استفاده ابزاری از دینه. اما ایها الناس، جهان جای تناسابی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست.
عالم و زاهد و صوفی همه طفلان وهند. مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. پنجه دیو به بازوی ریاست بشکن، کین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست. ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد برآوری که مسلمانی نیست. سعدی از این مکتب فارغ التحصیل شده که یک چنین اندرز میده به طالبان حقیقت. نمیشه پکیج کرد و روش برچسب زد عرفان دروغین و کمیسیون چید برای اون که این رو از بین بود. نمیشه، این ریشه داره. و اون وقت ما مشاهده میکنیم که بعد از گذشت قرون اون چیزایی که شاه نعمت الله اون درویش بیخیش فرموده بود تحقق پیدا کرده. اون شاه نعمت اللهی که میگه غم مخور یارا که غم خوابت منم، در دو عالم روز و شب یارت منم، رو به دارو خانه عشق من آر چون شفای جان بیمارت منم. گر به دوزخ میبرندت خوش برو، زان که در آتش نگهدارت منم. ور به جنت می روی بی من مرو، چون فروغ باغ و گلزارت منم. اون کسی که زیر چتر محبت شاه نعمت الله از روی ارادت قدم می زده، سیرش با حیات جسمانی متوقف نمیشه. اون کمند جذبه معنویت اون بزرگان باطنگرا از سد زمان و مکان عبور میکنه و مانند یک رشته‌ای که سر رشتهش به دست عالم غیبه بالا کشیده میشه. حافظ میفرماید جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. خب دوستان عزیز، هدف از این نشست این بود که یه عده رو بگیم که دست از معاندت و اداوت بی جهت با اهل الله، با صوفیان صافی طویه بردارن، دست از تهمت زدن، توهین کردن، اهانت کردن، بدگویی کردن بکشن، به صلح و عشق و دوستی و محبت رو بیارن. تا ادامه این گفتار در جلسات دیگه، شما یاران عزیز و خدا Thank you.
نسبت خرقه حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی حلبی ماهانی. به نقل از دیوان شاه نعمت الله ولی: شیخ ما کامل و مکمل بود، قطب وقت و امام عادل بود، گاه ارشاد چون سخن گفتی، در توحید را نکو سفتی، یافعی بود نام عبدالله، رهبر رهبوان اون درگاه، صالح بربری روحانی، شیخ شیخ من است تا دانی. پیر او هم کمال کوفی بود، که از کمالش بسی کمال فزود، باز باشد ابوالفتوح سعید، که سعیدیست آن سعید شهید، از ابی مدین و عنایت یافت، به کمال از ولی ولایت یافت، مغربی بود و مشرقی به صفا، آفتابی تمام محسیما. شیخ ابی مدین است شیخ سعید، که نظیرش نبود در توحید، دیگران عارف ودود بود، کنیت او ابو سعود بود، بود در اندلس و را مسکن، بس کرم کرد روح او با من. پیر او بود شیخ ابوالبرکات، به کمال و جمال و ذات و صفات، باز ابوالفضل بود بغدادی، افضل فاضلان به استادی، شیخ او احمد غزالی بود، مظهر کابل جمالی بود، خرقش پاره بود او بکر است، زان که نساج او ابو بکر است، پیر نساج شیخ ابوالقاسم، مرشد اصل و ذاکر دائم، باز شیخ بزرگ ابو عثمان، که نظیرش نبود در عرفان، مظهر لطف حضرت واهب، بندگی ابو علی کاتب، شیخ او شیخ کاملش دادند، بو علی روز باریش خواهند، شیخ او هم جنید بغدادی، مثل معنی دمشق دلشادی، شیخ او خال او سری سقطی، محرم حال او سری سقطی، باز شیخ سری بود معروف، چون سری سر او به او مکشوف، اوز موسا جواز احسان یافت، کفر بگذاشت نقد ایمان یافت، یافت در خدمت امام مجال، بود بواب درگهش 10 سال، شیخ معروف را نکو میدان، شیخ داوود تابیش میخوان، شیخ او هم حبیب محبوب است، عجمی طالب است و مطلوب است، خیز بصری ابوالحسن باشد، شیخ شیخان انجمن باشد، یافت او صحبت علی ولی، گشت منظور بندگی علی، خرقه او هم از رسول خدا، این چنین خرقه ای لطیف کرا، نعمت الله هم الزعال رسول، نسبتم با علیست زوج بتول، این چنین نسبت خوشی به تمام، خوش بود گر تو را بود و سلام.
نسبت خانوادگی حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی. نعمت الله هم از آل رسول، محرم عارفان ربانی، قرة العین میر عبدالله، مرشد وقت و پیر نورانی، پدر او محمد سید که نبودش به هیچ رو ثانی، باز سلطان اولیاء جهان میر عبدالله است تا دانی، پیر کامل کمال دین یحیی سید مسند مسلمانی، پدرش هاشم است و جد موسی، مادرش شاهزاد سامانی، دیگران جعفر خجست لقا، روح مهد و لطیف روحانی، سید صالحان که صالح بود جمع می بود از پریشانی، میر حاتم که نزد همت او مختصر بود عالم فانی، باز سید علی عالی قدر کان احسان و بحر عرفانی، ابراهیم آن که روح می بخشد نفسش درگه سخنرانی، پادشاه ممالک دانش او سید علی کاشانی، بر محمد که بندگان درش در جهان یافتند سلطانی، شاه سادات سید اسماعیل آفتاب سپهر سبحانی، میر عبدالله آن که روح امین گفت او را که جمله را جانی، باز ما من محمد باقر مختب کفر دین را بانی، پدر او علی ابن حسین آن که زین العباد می خوانی، باز ما من به حق حسین شهید نور چشم علی امرانی، آن وصی رسول با خدا والی ملکت سلیمانی، آن که باشد در مدینه ال کوری خارجی و مروانی، نزدهم جد من رسول خداست آشکار است و نیست پنهانی، هست فرزند من خلیل الله با یا رب بنده ارزانی.